هنيئا هنيئا ليوم الغدير ويوم النصوص ويوم السرور. هنيئا هنيئا ليوم الغدير ويوم النصوص ويوم السرور ويوم الكمال لدين الإله وإتمام نعمات رب غفور. هنيئا هنيئا ليوم الغدير ويوم النصوص ويوم السرور. هنيئا هنيئا ليوم الغدير ويوم النصوص ويوم السرور. نه فقط شیعه به ذات ازلی می نازد، ناشر حکم ولایت به ولی می نازد. گر به نازد به علی شیعه ندارد عجبی، عجب اینجاست خدا هم به علی می نازد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی من علینا به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام و البراءه من اعدائهم اجمعین. 1، 2، 3، 4 و فقط 5 روز تا عید سعید قدیر خم عید الله الاکبر باقی است. آیا شما خودتون رو برای بزرگترین عید شیعیان آماده کرده اید؟ اگه آماده نکردین، فقط 5 روز مونده. هشدار به کسانی که خودشون رو برای عید قدیر آماده نکردن. بیننده عزیز و ارجمند شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، فقط 5 روز و فقط 5 روز تا عید سعید قدیر خم باقی است. که علی شد امام ما، وندر پناه آل علی شد مقام ما. کلام ناد علی سینجلی ورد مدام زمزمه صبح و شام ما. علی علی ایمام خرمین دم به دم از ذکر مرتضی مصروف فکر اوست قعود و قیام ما. مصروف فکر اوست قعود و قیام ما. هانه ای وفا به صوت جلیل مستدام گوی، منت خدای را که علی شد امام ما. منت خدای را که علی شد امام ما. منت خدای را علی شد امام ما. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین. میگم چه خبر شده؟ تو جنب و جوشی؟ چیکار داری میکنی؟ خونه زندگی رو داری مرتب میکنی؟
آره دیگه، مگه نمیدونی چه خبره؟ فقط 5 روز دیگه عید قدیره. عید قدیر؟ خب حالا عید قدیر مثل بقیه عیداست دیگه، چه فرقی میکنه؟ مگه نمیدونی عید قدیر بزرگترین عید شیعه هاست؟ پاشو دیگه تو هم یه کاری بکن. آخه چه کاری؟ حالا 5 روز دیگه عید قدیره، حالا من یه باید چیکار کرد؟ پاشو لباسای نو تو بپوش، پاشو برای بچه ها هدیه و کادو بخر، نوروز ما شیعه هاست، پاشو یه کاری تو هم انجام بده دیگه. ببینم حالا فرقی نمیکنه، بی خیال دیگه، ما نمیخوایم دیگه. این چه حرفیه تو داری میزنی؟ مگه نمیدونی که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودند که عید قدیر رو تا قیام قیامت هم که شده باید جشن بگیرین؟ جدا وصیت رسول اللهه؟ خب آره دیگه بابا، تو هم پاشو دیگه. نباید شاد باشیم؟ نباید شاد باشیم از اینکه مولامون حضرت علی علیه السلام شده آقای جهان و جهانیان، شده امام اول، شده پیشوا، شده امیرالمؤمنین؟ راست میگی ها. ببینم فقط 5 روز مونده، میتونم منم کاری انجام بدم؟ آره بابا 5 روز مونده، تو این 5 روز برو هر کاری از دستت میاد انجام بده، این عید قدیر رو یه جور دیگه برگزار کن. پس منم برم یه کاری بکنم دیگه، خیلی فرصتم کمه، میتونم پس یه کاری انجام بدم. خب باشه، پس بریم با هم ببینیم واسه عید قدیر امسال میتونیم چیکار انجام بدیم. پاشیم یا علی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والسلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. بحث درباره خطبه قدیریه پیغمبر اکرم بود و فقراتی از این خطبه رو ما توضیح دادیم و شرح کردیم و در این برنامه به ادامه خطبه و شرح ادامه خطبه خواهیم برنامه. پیغمبر بعد از بیان قضیه ثقلین و اهمیت دو تا ثقل که قرآن کریم باشه و اهل بیت خودش، اون وقت این بیانات رو فرمود: الا وقد ادیت، الا وقد بلغت، الا وقد اسمعت، الا وقد اوضحت، الا و ان الله عز و جل قال و انا قلت عن الله عز و جل الا انه لا امیر المؤمنین غیر اخی هادا الا لا تحل امرت المسلمین بعدی لعهد غیرهو. بدانید، آگاه باشید، من رساندم پیام خدا را. بدانید و آگاه باشید، تبلیغ کردم کلام خدا را. بدانید و آگاه باشید، به شما شنواندم کلام خدا را. بدانید و آگاه باشید، بر شما واضح مطلب رو بیان کردم و ادا کردم. بدانید این سخنانی که من گفتم سخن خود من نبود، پروردگار سبحان فرمود و من از خدای متعال برای شما نقل کردم. بدانید که غیر از برادرم علی امیر المؤمنین وجود ندارد، لذا گفتن امیر المؤمنین و دادن این لقب به هر کس دیگر غیر از حضرت علی ابن ابی طالب خلاف بیان پیغمبر محسوب می شود. بدانید که امارت بر مسلمان ها بعد از من شایسته احدی غیر از علی ابن ابی طالب نیست. اینها بیانات بعدی پیغمبر و همکنون پیغمبر میرسد به مهمترین قسمتی که در این خطبه وجود داشته. البته همونطور که قبلا هم عرض کردیم، ما همه قسمت‌های خطبه رو نقل نکردیم، ما گلچین کردیم. ثم قال ایها الناس من اولا بكم من انفسكم قالوا الله ورسوله
فقال الا من كنت مولا فهذا علی مولا اللهم وال من والاه و آد من آدا و انصر من نصره و اخذل من خذله. سؤال فرمود رسول خدا، ای مردم به من بگید چه کس نسبت به شما از خود شما سزاوارتر است، صاحب اختیار شماست، اولا به تصرف در امور شماست؟ همه گفتند الله و پیغمبر او که شما باشید. این معنایی که پیغمبر داره از مردم میگیرد اقرار به آن معنا را، در واقع پیغمبر اکرم بیان قرآن را از مردم اقرار میگیرد که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. فردایی میاد مثل همین الان که ما باش مواجه هستیم، افرادی هستن که در قلبشون بیماری وجود داره، در قلبشون زنگار هست، اینان میآیند نمیتونن اصل واقع و رخداد قدیر رو کتمان کنن و انکار بکنن، چی کار میکنن؟ اون وقت میآیند و نسبت به آنچه که در این رخداد بزرگ اتفاق افتاده تشکیک میکنن. مثل همینجا کلمه مولا رو پیغمبر بیان کرده، چون مسلم از پیغمبر در این اجتماع این کلمه رو بیان کرده، چون اجتماع را نمیتونن منکر بشوند، در کلمه مولا اونجا اشکال میکنن. خلاصش اینه که پیغمبر اکرم به مردم در این اجتماع عظیم که بیش از 124 هزار نفر جمعیت بوده، پیغمبر یه مطلب خواسته بگه، ای مردم علی را دوست داشته باشید. ولا را ولا محبت میگیرند، منکر قضیه و رخداد قدیر نمیشوند، اما اونجا تشکیک در کلمه مولا میکنند و بلکه در واقع مغالطه ای میکنند. پیغمبر به خاطر اینکه جلوی این کار گرفته شود که مراد رسول اکرم از بیان مولا چه بوده است، از مردم ابتداعا پیمان میگیره که فرمود ایها الناس من اولا بکم من انفسکم. معنای ولایت رو پیغمبر در اینجا کاملا بیانش میکنه، نه پیغمبر بیان میکنه، که از قرآن کریم میتوانیم دریابیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. نگید ولا ولا محبته، اینجا اولا به تصرف بودنه، صاحب اختیار بودن است، اختیاردار بودن است، متصرف در امور بودن است. و همون معنایی که قرآن کریم ولایت پیغمبر رو بر مردمان واجب فرموده است، و همون معنا پیغمبر داره ولایت علی رو بر مردمان بیان میکنه که چیست و واجب است قبول ولایت علی ابن ابی طالب. من کنت مولا فهذا علی مولا. به این معنا هر کرا که من مولای اویم، علی ابن ابی طالب مولای اوست. یعنی چی؟ یعنی هیچ کس در برابر پیغمبر، در برابر اوامر و نواهی پیغمبر یک کلمه نمیتونه اظهار نظر بکنه. همونطور در برابر علی ابن ابی طالب هم همین جور هست. یعنی اراده انسان ها مندک در اراده پیغمبر و اراده امیرالمؤمنینه. در برابر این بزرگواران ذره ای از خود اختیار ندارند، در برابر سخن اینان ذره ای از خود اختیار ندارند به گونه دیگری سخن بگویند. بر این مبنا پیغمبر اکرم این پیمان رو از مردم میگیره. بعد وقتی که این پیمان رو گرفت، من کنت مولا فهذا علی مولا، اللهم وال من والاه و عاد من عادا و انصر من نصره و خذل من خذله. خدایا که حالا با این ترتیب هر کس که علی را دوست می‌دارد دوستش بدار، و هر کس که با علی بغض می‌ورزد و دشمنی می‌دارد خدایا با او دشمن باش، هر کس که علی را یاری می‌کند خدا یاورش باش، و هر کس که در صدد است که با علی برزمد و علی رو خار کنه خدایا خود او رو خار بکن. معاشر الناس هذا علی اخی و وصی و وایی علمی و خلیفتی فی امتی. مردم بدانید این علی است، برادر من، وصی من، به عنوان کسی که می تواند گنجینه علم مرا داشته باشد،
یعنی محل حفظ علم پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب و سینه علی ابن ابی طالب و خلیفتی فی امتی، جای نشین من در امت من بعد از من علی ابن ابی طالب. علا من آمن بی و علا تفسیر کتاب الله عز و جل و دای الی، هر کس که به من ایمان آورده، هر کس به تفسیر کتاب خدا ایمان آورده، هر کس که دعوت کننده مردم است به سوی کتاب خدا، این مطلب را بداند. اگر کلمه را علا بخوانیم یا بگیم علیون من آمن بی و علا تفسیر کتاب الله عز و جل و دای الی، علیون اولین کسی است، علی که به من ایمان آورده، علی کسی است که تفسیر کتاب خدا را از هر کسی دیگر بهتر میدونه، علی کسی است که مردم را به سوی خدای متعال دعوت میکند، به فرمان خدای دعوت میکنه. اینجا نکاتی است که باید حتما درش ما تأمل و غور داشته باشیم و به نکاتی که قبل در هم عرض کردیم توجه پیدا کنیم تا مجموعاً به جایی برسیم که مراد پیغمبر رو دریابیم. پیغمبر اکرم فرمود هیچ کس نمیتواند قرآن رو بر شما واضح کند، روشن کند، مبین کند جز علی ابن ابی طالب، جز آن کسی که من دستش را در دستم میدارم. اینجا هم بیان فرمود علی ابن ابی طالب دانای کتاب است، دانای قرآن کریم است. ما سؤال رو مطرح کردیم و گفتیم به صورت مختصر به پاسخ این سوال خواهیم پرداخت. حرف ما شیعیان در طول تاریخ یک مطلب بیشتر نبوده. حرف ما شیعیان این است که قرآن کتاب هدایت الهی است، کتابی است که به عنوان آخرین کتاب مسیطر و مهیمن بر کل کتب است، اما این کتاب معلم لازم داره. سخن شیعیان در طول تاریخ همین بوده، کتاب مبین لازم داره. زمانی که پیغمبر اکرم در قید حیات بودن، مبین قرآن شخص رسول خدا صلوات الله و سلام علیه، مردم هرچی نمیدانستن خدمت پیغمبر میرسیدن و پیغمبر برای اونها بیان مطلب میفرمود. سخن بر سر این است که آیا پیغمبر همیشه در دنیا میماند یک، یا پیغمبرم همانند انسانهای دیگر بعد از مدت زمان زندگانی از دنیا خواهد رفت. این یک مطلب. مطلب دوم این است که آیا در زمان پیغمبر اکرم کل اموری که مربوط به فهم قرآن میشد برای مردم روشن شده بود یا نه. این دوتا مطلبه. پاسخ هر دو سوال منفی است، یعنی نه پیغمبر برای همیشه در دنیا خواهد ماند مطمئنن، یقینن، قطعن، پیغمبرم همانند انسانهای دیگر بعد از مدت زمانی زندگانی در این دنیا چه خواهد شد؟ از دنیا خواهد رفت. ما محمدون الا رسول قد خلد من قبله الرسول اف این مات او قتل انقلبتم على اعقابكم و من ینقلب على عقبی فلن یضر الله شیئا و سیجزی الله الشاکرین. اونا مثل پیغمبران دیگر میمونه، او میمیرد یا میکشند، به هر حال از این دنیا خواهد رفت. ای مردم، اگر پیغمبر از دنیا برود، آیا شما به دین قبلتون و آیین قبلتون و سنت قبلتون برگشت خواهید کرد؟ معلومه که نباید بکنید. خب چه عاملی باعث می شود که شما برگشت نکنید؟ وجود دو تا عامله که پیغمبر بیان کرد، یکی کتاب خدا قرآن و دیگری اهل بیت پیغمبر اکرم. این پاسخ سوال اولی که پیغمبر همواره در دنیا نخواهد ماند. اما سوال دوم پاسخش چیه؟ مطمئنن مشکلات مردم در جهت فهم قرآن کریم در زمان پیغمبر اکرم همش حل نشده بوده. مردم بعد از پیغمبر هم در زمینه کتاب خدا سوالاتی را می داشتند. حالا بحث بر سر این است، پاسخگوی سوالات، اشکالات و شبهات مردم در زمینه کتاب خدا قرآن او کیست؟
چه کسی می تواند باشد. تمام مدعای شیعه در اینجا جمع شده. بحث جانشینی پیغمبر نیست، بحث خلافت نیست، بحث امارت بر مسلمان ها نیست. علی باید می شده نشده، حقشو گرفتند و بردند و خوردند. الان حرف ما کدوم حرفه؟ حرف ما همچین حرفیست که آیا قرآن کریم معلم لازم دارد بعد از پیغمبر و یا نه؟ تمام بحث ما سر این ماجراست. می دانیم که قرآن کریم همواره معلم لازم داره. همطور که عرض کردم زمان پیغمبر، شخص پیغمبر اکرم، بعد از پیغمبر تکلیف مردم با اموری که در قرآن کریم براشون مبهم هست چه خواهد بود؟ پس سراغ چه کسی بروند؟ این مدعای شیعه است که انشاءالله زنده باشیم در جلسه بعد در این باره به تفصیل زیادتری سخن خواهی گفت انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فقط 5 روز به عید الله الاکبر، عید سعید قدیر خم، باقی است. در این روز کاروان حجت الوداع و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و همچنین حجاج آخرین روز رو در مکه سپری می کنند و کاروانیان نیز بار و بنه سفر را برای رفتن به دیار خودشون آماده می کنند. اما امروز یه افتخار دیگه هم نصیب حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام شده و اون افتخار این هستش که امروز جبرائیل بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله امر میکنه که مردم حضرت امیر علیه السلام رو با عنوان و لقب امیر المؤمنین صدا کنند و ایشون رو با این لقب یاد کنند و حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله به یکایک حاجیان دستور میدهند تا ایشان را با لقب امیر المؤمنین بخوانند و این طور صدا بزنند که السلام علیک یا امیرالمؤمنین. اما این پیامی که از جانب جبریل برای حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله نازل شده به مذاق بعضیا خوش نمیاد و بعضی از این حرف ناراحت میشن. دوباره میرن پیش پیغمبر میگن که یا محمد، این پیامی که تو دادی که علی رو با عنوان امیرالمؤمنین صدا کنیم از جانب تو بوده یا از جانب خدا؟ پیامبر غضبناک میشن و خشمگین و میفرمایند که به خدا قسم هیچ پیامی رو از طرف خودم نمیدم به شما مگر اینکه از طرف خدا نازل شده باشه. و پیامبر در این اندیشه فرو میروند که آیا به راستی بعد از شهادتشان مردم به دامان علی چنگ میزنند یا نه. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی 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 الله، نود علی یا مظهر العجائب، نود علی یا مظهر العجائب، تجد هو او نلک فین نوائب، كل هم وغم سينجلي، كل هم وغم سينجلي، بعزمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك علي 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 علي. خب بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جوان شیعه، شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، صدا و تصویر من رو از استدیو اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام، برنامه سرچشمه ولایت میشنوید. این بار هم بخت یار و توفیق حاصل شد در خدمت استاد ارجمند جناب آقای مهندس لطفعلی هستیم. ممنون و واقعا متشکر که دعوت ما و بچه‌ها رو پذیرفتین و تشریف آوردین. من بدون اطاله کلام
حالا شما یه گپ و گفتی داشته باشین تا من صحبتم رو مطرح کنم خدمت. سلام. عرض سلام و ادب دارم خدمت همگی بینندگان محترم در اقصا نقاط جهان که این برنامه رو مشاهده می‌فرمایند. تبریک عرض می‌کنم فرارسیدن ایام عید الله اکبر، برترین و والاترین عید مسلمین، عید سعید قدیر خم رو خدمت همگی بینندگان عزیز و محترم. ممنونم آیه مهندس. من می‌خواستم امروز شما اگر زحمت بکشین راجع به خطبه و خطابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در روز قدیر برام صحبت کنین. حالا شاید گهگاه خودمون چشممون افتاده باشه به خطابه اما مراجعه نکرده باشیم و عمق مطلب رو درک نکرده باشیم، شاید هم گاهی اوقات واقعا وقت نکردیم و نتونستیم به این رجوع کنیم. میخواستم اگر لطف کنین این جلسه هر چیزی که مربوط میشه به این خطابه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در اون اشاره کردن این رو برای ما بازگو کنین. بله خواهش میکنم، تقاضا میکنم. سوال بسیار خوبی رو مطرح فرمودین. من خاطرم هست دو جلسه اولی که در خدمت شما در این برنامه محترم بودیم ما اشاراتی به بحث سندی و قوت سندی حدیث قدیر، واقعه قدیر و خطابه قدیر داشتیم. خب امکان داره که بعضی از بینندگان محترم اون برنامه رو مشاهده نکرده باشند، لذا در حد خیلی مختصر من اشارهی بکنم که ما عنوان کردیم که حالا صرف نظر از حدیث قدیر که خلاصه از حادثه قدیر و فقراتی برجسته از خطابه مفصل قدیر هست که شیعه و سنی فوق تواتر نقل کردند، و اما کل واقعه حدیث و مشخصا خطابه مفصل و بسیار طولانی قدیر، عرض کردم جلسه پیشین شاید بیشتر از 20-24-5 صفحه بشه، خب به مقیاس‌های سنجش زمان در روزگار ما شاید بتونیم بگیم چیزی بیش از یک ساعت، حالا 70-80 دقیقه، حالا تقریبی بخوایم بگیم ایراد این خطبه حداقل زمان برده. عرضم به خدمتون ما اشاره کردیم که این خطبه در 9 کتاب از آثار گرانقدر برجسته و اصیل اسلامی آمده است، به 4 سند متصل به 3 شخصیت رسیده است. امام باقر علیه السلام که برای ما مقام امامت خب خودش در واقع بالاترین اعتباره و دیگه نیاز به تفحص دیگری نیست، اما برای کسانی که امامت رو قائل نیستن حضرت از امام سجاد از پدر و عموی بزرگوارشون امام حسین علیه السلام و امام حسن مجتبی که هر دو از حاضران قدیر بودند، و به زید بن ارقم و حذیفه بن یمان، و گفتیم چند سند معتبر فقط از راویان ثقه اهل سنته که مرحوم سید ابن طاووس احتمالاً تعمدن این رو در واقع از طریق اهل سنت آورده است که بگوید حتی بر مبنای اونها هم این خطابه قابل نقل بوده، اگرچه متاسفانه امتناع کردن محدثین و مورخین اهل سنت از نقل کامل خطبه. اما خب متن کامل خطبه در اختیار ما هست. خب من در اینجا قبل از اینکه وارد بحث خطبه بشم و فقرات و فرازهایی رو از این خطبه که واقعا منشور جاودان هدایت است برای همگی انسانهای آزاده و حقجو در سراسر گیتی در همه اعصار، قبل از اینکه وارد بشم اشاره میکنم صرف نظر از بحث سندی که ما قوت سندی رو اثبات کردیم، توضیح دادیم، اصلا خود فرازهای خطبه، محتوای خطبه، آدم وقتی میخونه با همه وجود مییابد انسان عادی نمیتواند این خطبه را ایراد کرده باشد یا همچین چیزی را نوشته باشد، یا مثلا فرض کنید بعضی‌ها فکر کنند نه این اصلا داد میزنه به اعلی صوتن، به بالاترین صدا فریاد میزند که کلام گوهربار و سخنان نورانی آخرین و برترین پیامبر خداست. بلاغت خطبه، فصاحت خطبه، میدونید خب فراز ابتدای خطبه حضرت حمد و ثنای الهی و توحید، به قدری زیبا، به قدری بلیغ، شیوا، فصیح و آنچنان حضرت از آیات قرآن بهره میگیرند. خطبه حضرت، ورود به آیات، خروج از آیات، آیه دیگر، چنان زیبا و موزون که اصلا انسان مبهوت میمونه. یعنی اندکی انسان با قواعد و اصول زبان عرب آشنا باشه اصلا لذت میبره، که انده به هیچ سند و هیچ در واقع راویانی هم نیاز نداره، اثبات کردیم قوت سندی رو، ولی خود محتوا گویی به تنهایی دلالت میکنه من کلام آخرین و برترین پیامبرم. این به صورت کلی از بلاغت و فصاحت خطبه. خب و اما یک نکته رو من عرض کنم، نبی اکرم جلسه پیشین عرض کردیم که این ابلاغ امامت و خلافت امیرالمؤمنین و بعدم ائمه اطهار علیهم السلام ابلاغی بی نظیر بوده، در 23 سال دعوت نبوی ابلاغ هیچ حکمی
این مقدار روش تاکید، بیعت گرفتن، هی هر از گاهی پیغمبر خدایا تو شاهد باش، من ابلاغ کردم، من رساندم، من آشکار کردم، بیعت بگیرن، بیعت لسانی، بیعت ده. خب نبوده. اما نکته، متعدد در فرازهای خطبه پیغمبر دعوت کردن این خطبه و پیام من رو به همه انسانها تا قیامت برسانید. فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه. پس بر هر شاهدی است که به غایبان برساند، بر هر پدری است که به فرزندان خود تا قیام قیامت برساند، این منشور جاودان هدایت و سعادت. بنابراین خطابه قدیر رو پیغمبر برای نقل نشدن، برای کتمان کردن، برای پنهان کردن، برای حذف کردن و سانسور کردن به اصطلاح زمان ما به بهانه های واهی نقل نکردن، برای رساندن نقل کردن. تمام سخنان رو پیغمبر نوره و باید رسانده بشه، علل خصوص خطابه قدیر، چون این همه تاکید به دنبالشه. ای مردم برسانید، برسانید. لذا این منشور جاودان هدایت برای همگانه، فقط مال شیعه نیست که، مگه پیغمبر کافتا لن، برای همه عالمیانه، کافتا لناس، فقط برای مسلمانان نیستن که. هر زمان هر کسی که دین و آیین غیر اسلام، غیر از اسلام اتخاذ کرده، در یک روی کردی حق جویانه، حق طلبانه، آزاد اندیشانه به اسلام بگرود، در مقابل انوار تابناک حقیقت و هدایت اسلام خضوع و خشوع کند، او برای او بسیار ارزشمنده و اسلام در واقع استقبال میکنه. هیچ وقت دیر نیست برای تمکین و خضوع در برابر از حقیقت. پیغمبر برای همان. خب حالا برخی ایمان نمیارن، بحث جداست. امامت هم برای همه است، فقط مال شیعه که نیست که، فقط مال شیعه که نیست که. پیغمبر این منشور جاودان رو برای همه انسان ها گفتن. شاید یک انسان حق جو این را بشنود، حق را بفهمد و بگرود، ولو در ظاهر در میان شیعیان هم نباشه. لذا باید به همه رسانده بشه، علل خصوص مسلمونا و شیعیان. من توصیه میکنم حتما متن خطبه رو بخونن، اگر همال عربی براشون دشوار هست اولا توصیه میشه یه مقدار آشنا باشن، اگر نه ترجمان خطبه رو، ترجمان های شیوایی الان در واقع تهیه و تدوین شده، متعدد چاپ ها، علمای مختلف، محققین و اساتید مبرز و برجسته مطالعه بفرمایید. من در اینجا قبل از ورود به خطبه میخوام یک آماری از برخی واژگان در خطبه بدم، خطبه مفصل، بعد فرازهایی را تا آن را که وقت اقتضا کنه بیان کنیم. حتی خب قطعا این جلسه ما یه مقدار طولانی تر خواهد بود، ما یه مقدار ممکنه شرمنده دوستانی باشیم که حالا به ما اعلام وقت میکنن. در این خطبه مفصل پیغمبر 42 بار نام علی ابن ابی طالب بر لسان مبارکشون جاری میشود، علی یا علی ابن ابی طالب. 13 بار اون حضرت رو به عنوان امامی از طرف اله، از طرف خداوند معرفی میکنند. 10 بار لقب امیرالمؤمنین، و چند بارم تأکید میکنن لقب امیرالمؤمنین فقط مختص علی ابن ابی طالبه. خیلی جالبه، حتی امامان بعدی با اینکه جانشینان بعدی پیغمبر هستن، لقب امیرالمؤمنین جایز نیست در مورد اونها به کار برود. فقط یک شخص در عالم خلقت این صلاحیت را دارد که به عنوان امیرالمؤمنین از او یاد شود، اونم علی ابن ابی طالب علیه السلام هستن. 9 بار در طی خطبه از حضرت امیر به عنوان ولی سرپرست، 6 بار به عنوان وصی، 4 بار امیرالمؤمنین رو صراحتن به عنوان خلیفه بعد از خودشان بر تمام امت، 3 بار حضرت رو به عنوان مولا صاحب اختیار، 4 بار به عنوان برادر، 3 بار از ولایت الهی حضرت در واقع حضرت دم میزنند، 3 بار به عنوان هادی یا هادی هدایتگر امت. فراوان بخوایم بگیم فراوان، اینو فقط یه آمار کلیه دیگه. پیغمبر چیکار باید بکنه؟ نه، یک پیغمبر برای اینکه جانشین و امام بعد از خود را معرفی کند دیگه چه باید بکنه؟ و جالبه که در اسنای خود 2 بار به اسامی مبارک حسنین علیهم السلام، امام حسن مجتبی و امام حسین علیهم السلام اشاره میشه، 4 بار فقط نام مقدس مهدی، موعود آخر زمان، امام زمان، امام حی و حاضر زمان ما نام برده میشه. یعنی حتی نام حضرت مهدی تا، بله، یعني حدود 250 سال نام برده میشه. نه نه نه، همه امامان لزوما، حالا عرض میکنم اجازه بدین، از امام حسن و امام حسین علیهم السلام به عنوان خلفای بعد از امیرالمؤمنین، بله، امام مهدی علیه السلام به عنوان آخرین خلیفه پیغمبر، آخرین امام، خاتم الائمه، آخرین امام یاد میشه. خب 24 بار به طور کلی به همه ائمه 12 گانه یا 11 امام بعد از حضرت امیر به عنوان فرزندانی از ولد، امامانی از ولد علی، از فرزندان علی، نسل من از صلب علی، از فرزندان علی. 24 بار میگیم که فقط امامت حضرت امیر است، امامت همه ائمه است. 2 بار اون لقب خاص امام زمان به عنوان قیام کننده، 1 بار از امام زمان به عنوان ولی، 1 بار از حضرت به عنوان حجت از امام زمان. خب این آمار کلیه. ممنونم، این آمار خیلی واقعا جالب بود که
حالا در اومده از توی خطبه و انقدر بهش توجه شده. ما میتونیم فرازهایی از بله خطبه هم بشنویم که من تا جایی که وقت اجازه بده فرازهایی میخونم، چون وقت نیست حالا ترجمه هم میکنم یا شاید بعضیش فقط ترجمه بکنم، بینندگان عزیز خودشان در واقع مراجعه بکنن و از همین فرازهایی که خوانده میشود نتایج لازم رو اخذ بکنن. حضرت میفرمایند من اینجا ایستادم در برابر دیدگان شما که بر هر سفید و سیاه کنایه از همه مردمه اعلام بکنن از طرف خدا ان علی ابن ابی طالب اخی و وصی و خلیفتی علی امتی و امام من بعدی، علی ابن ابی طالب برادر من، وصی من، خلیفه بعد از من بر امت من و امام بعد از من است. الذی محله منی محل هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. در واقع محتوای حدیث شریف منزلت اشاره میکنه کسی که جایگاه او نسبت به من همانند جایگاه هارون است نسبت به موسی الا اینکه بعد از من نبی و پیامبر، یعنی علی دیگه مقام نبوت نداره و هو ولیکم بعد الله و رسوله، علی سرپرست شما بعد از خدا و رسوله. وقت اینا توی کتب اهل سنت هم اومده، عرض کردیم برخی از این فرازها هست، من این بحثا رو مفصل داشتم و برخی خب خطبه مفصل رو به طور کامل فرمودین که نیاورده ان محدثین اهل سنت امتناع کردن، ولی آنچه که آنها امتناع کردن محدثین نستوه و مجاهد شیعی مورخین شیعی حتی از راویان اهل سنت و راویان شیعی آوردن با اسناد متصل و معتبر. بعد این خطبه رو فکر میکنم شما فرمودین که گفتن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حتی ابن کثیر با اون تعصبش که یوم الدار رو، حدیث یوم الدار رو تحریف میکنه، عرض کردیم وصی و خلیفتی رو میگه کذا و کذا، میگه خطبه فقط به خطبتن عظیمه. خب خطبه عظیم کجاست؟ فرازهای اهل سنت نقد کردن که در حدیث قدیر بخشی از اون هست، دقیقاً تطابق داره، نشون میده اونا کامل رو در اختیار داشتن، ولی از نقل اون امتحان دلایلش ترس بوده، تقیه بوده، مخالفت با مذهب بوده، مفصله. خب در اینجا دوباره حضرت میگن، حالا من نمیرسم واقعا همه شما، حیفم میاد، معاشر الناس انه امام من الله، ای مردم او امامی است از جانب خدا، ولن یتوب الله علی احد انکر ولایته ولن یغفر له، خدا هرگز توبه کسی را نمیپذیرد که ولایت و سرپرستی او را انکار کند و هرگز او را نمیآمرزد. حد خیلی عجیبه، تأکید رو ببینید، حتما علی الله ان یفعل ذلک بمن خالف امره، بر خدا حتمی است که این معامله رو با کسی که از امر او مخالفت بکنه انجام بده، و ان یعذبه عذابا نکرا ابد الاباد و دهر الدهور، او را به عذابی دردناک و پایدار کیفر کند. فحذر و انتخالفو، بر حذر باشید که از او مخالفت کنید. ادامش در ادامه حضرت میفرمایند و من شک فی شیء من قولی هذا، هر کس در سخنان امروز من شک و تردید کنه، با ناباوری نگاه کنه، فقط شک فی کل ما انزل الی، در تمامی محتوای رسالت هم تردید کرده است، و من شک فی واحد من الائمه، فقط شک فی الکل من، هر کس در یکی از ائمه تردید کنه داره همه اونها تردید کرده، و شاک و فینا فنار، یعنی این شاه کلید همه اعمال میشه همین ولایت امیرالمومنین. بله اینجا دیگه اصلا نه یه فراز نه دو فراز که اصلا متعدده، ملعونون ملعونون، مغضوبون مغضوبون، من رد علی قولی هذا ولم یوافقه، دور از رحمت پروردگار باد، دور از رحمت پروردگار باد، خشم پروردگار بر او باد. دوبار میگن هر کس این قول من رو در مورد علی رد بکنه و با او موافقت نکند. فراز دیگر، الا انه لا امیرالمؤمنین غیر اخی هذا، بدانید هیچ امیرالمؤمنین جز این علی بن ابی طالب نیست. الا لا تحل امراه المؤمنین بعد لاحد غیره، امارت مؤمنین یا لقب امیرالمؤمنین برای احدی جایز نیست جز علی بن ابی طالب بعد از من، یعنی این لقب خاص امیرالمؤمنینه. اون فراز قبلی با این شدت بیان شده، من دارم اون چیزی که از پیغمبر نقل شده میگم، ملعون الملعون مغضوب مغضوب، من از خود چیزی نگفتم، من دارم فرازهایی از خود برای انتخاب کردم، یه جام نبوده چند جا بوده. در جای دیگه حضرت میفرما معاشر الناس، ای مردم، ای گروه مردم، هاذا علی جون اخی و وصی و واعی علمی و خلیفتی فی امتی، ای مردم، این یه فراز دیگه است، علی وصی من، در برگیرنده دانش من، نگاهبان علم من و خلیفه من در امت من بعد از من، و بر هر کس که به من ایمان داره و بر تفسیر من در کتاب خدای عزوجل، یعنی جانشین من در تفسیر خدا، مفسر قرآن بعد از پیغمبر علی بن ابی طالب. یه جا دیگه میفهمه انه خلیفه رسول الله و امیر المؤمنین و امام الهادی من الله، او خلیفه رسول الله هست، جانشین رسول الله هست، امیر مؤمنان و امام هدایتگری از جانب خداست. در جای دیگر میفهمند و قد بلغت ما امرت، ما امرت به تبلیغ، خدای شاهد باش من ابلاغ کردم آنچه که به تبلیغش مأمور بودم، حجت علی کل حاضر، برهانی برای هر حاضر و غائب و هر کس که نیست، و علی کل احد،
ممن شهد اولم یشهد، هر کسی که هست و حضور نداره، ولد اولم یولد، متولد شده یا متولد نشده، برای آیندگان هم هست، فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد. این چیزی که ما اشاره کردیم، پیغمبر میگوین بر هر حاضری است که به غایبان برسانه و هر پدری تا قیام قیامت به فرزندان خودش. بینندگان عزیز، بینندگان محترم، این بر شماست. پیغمبر فرمودن که به فرزندان برسانید، آشنا کنید فرزندان رو با این خطابه عظیم. در جای دیگه حضرت میفهمند معاشر الناس انا صراط الله المستقیم، صراط مستقیم الهی منم، الذی امرکم باتباع، همون صراطی که خداوند شما رو به اتباع و تبعیت از اون امر کرده. ثم علی من بعدی، بعد از من صراط مستقیم علی است، ثم ولدی من صلبه ائمه الهدى، سپس فرزندان من از صلب علی، همون امامان هدایتگر، یهدون الی الحق و بهی یعدلون، که به درستی و راستی راه نمایند و به آن حکم و دعوت میکنند. در جای دیگه معاشر الناس الا و انی رسول و علی امام و الوصی من بعدی، من رسولم، علی امام و وصی من بعد از منه، و الائمه من بعدهی ولدو، و امامان بعد از علی فرزندان. ببینید چقدر هر جا که اندک بسیاری از جا بعد از امیرالمومنین امامان و خلفای بعدی فرزندان علی بعد از او. خب ما میتونیم به بخش دیگه هم اشاره کنیم. حالا بله بله، یک بخشی در مورد امام زمان علیه السلام خاصتا، الا ان خاتم الائمه منا لقب خاص حضرت المهدی، بدانید آخرین امام از ما قیام کننده به حق مهدی است. نام حضرت یه جای الا انه ظاهر الدین، او چیره و غالب بر تمامی ادیان، الا انه المنتقم من الظالمین، او انتقام گیرنده از ستمگران، الا انه الباقی حجتا ولا حجت بعده، او تنها کسی است که به عنوان حجت اوست کسی که به عنوان حجت باقی میماند. آگاه باشید که اوست حجت پایدار و پس از او حجتی نخواهد بود. اینجا یعنی آخرین امام حضرتن، بحث رجعت رو نفی نمیکنه، یعنی تو سلسله امامت آخرین امام و آخرین جانشین پیغمبر امام زمانن، یعنی نفی نمیکند آمدن دیگر ائمه رو در جریان رجعت. معاشر الناس فبای الله و بای اونی و بای علی امیر المؤمنین و الحسن و الحسین و الائمه منهم فی الدنیا و الاخره کلمتا باقیه. ای مردم، ای گروه مردم، بیعت کنید با خدا، بیعت کنید با من، بیعت کنید با علی امیرالمؤمنین و حسن و حسین حضور داشتن و ائمه ای که از اینها هستن، از فرزندان اینها در دنیا و آخرت، که این به عنوان امامتی است که در نسل ایشان باقی است تا قیامت. معاشر الناس من یطیع الله و رسوله و علی و الائمه الذين ذکرتهم فقط فاز فوزا عظیما، هر کی از خدا، رسول، علی و ائمه از فرزندان علی اطاعت کنه در رستگاری بزرگ دست یافته. من چند فرازم عرض کنم و دیگه وقت، چون وقت خیلی کم هست. خب چند فراز من باید انتخاب بکنم، خیلی حیفم میاد. معاشر الناس انما اکمل الله عز و جل دینکم به امامت، ای مردم، به درستی که خداوند دین شما را با امامت علی کامل کرد. فمن لم یعتم بهی و به من یقوم و مقامه هم من ولدی من صلبه الی یوم القیامه، هر کس که اعتمام نکند، اقتدا نکند، امامت اینان را قبول نکند، علی و فرزندان من از صلب علی را تا روز قیامت و عرضه بر خدا و لعرض علی الله عز و جل فاولائک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا، پس اینا کسانی هستند که تمام اعمالشون حبط میشه، بیهوده میشه در دنیا و آخرت، و فی النار هم خالدون. من نمیگم، من دیگه اینجاشو ترجمه نمی کنم. لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون، عذاب از آنها تخفیف نمییابد، مهلت هم به آنها داده نمیشه. بخشی از آیات قرآن هست. یک بخش دیگه هم بگم بعدا فراز پایانی التماس دو. حیفم میاد الان چند تا بخش رو نگفتم، ولی خب وقتم به هر حال تنگ هست. اللهم انك انزلت الايه في علي ولي عند تبيين ذلك، خدایا به درستی که تو این آیه رو در مورد علی در هنگام تبیین امامت و خلافتش نازل کردی و نسب او به عنوان خلیفه و امام. ایاه لهذا اليوم اليوم اكملت لكم دينكم واسممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين، آیه اكمال که ترجمه اش هم گفتیم، مدارک اهل سنت هم گفتیم که چندین نفر، ده ها نفر از بزرگان اهل سنت میگن روز قدیر در شأن امیرالمومنینه، امروز دینتان را کامل کردم، نعمتم را بر شما به اتمام رساندم و اسلام را به عنوان دین بر شما پسندیدم، راضی شدم. خداوند میفرماید در ادامه پیغمبر میفرماید و قلت و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من و هو فی الاخره من الخاسرین، هر کس غیر از اسلام دین و آیین دیگر بجوید هرگز از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از گروه زیانکاران است. در ادامه میفرمایند اللهم انی اشهدک انی قد بلغ، خدایا شاهد باش من ابلاغ کردم. از شما سوال دارم،
پیغمبر آیه اکمال رو بعد از ابلاغ امامت به خلافت امیرالمؤمنین و ائمه اطهار بعد از ایشون قرائت می‌فرمایند، بلافاصله آیه و من یبتغی غیر الاسلام دینا، شما از این چه نتیجه می‌گیرید؟ بدون هیچ پیش‌فرض، بدون هیچ موضع قبلی، شما به عنوان یک انسان آزاد اندیش از این چه نتیجه می‌گیرید؟ اینکه بهترین دین دین اسلام هست و اینکه تمام اعمال در قبولی ولایت حضرت امیر علیه السلام قرار می‌گیرد. یعنی بله شما اشاره فرمودید، یعنی در واقع اون اسلامی که فلن یقبل، غیر از اون هرگز قبول نمی‌شود، اسلامی است همراه با اعتقاد و اقرار به ولایت امامت و خلافت بلافصل علی بن ابی طالب و امامان بعد از ایشون، یعنی امامت و خلافت بعد از امیرالمومنین در اونها است. این اون اسلامه که اسلام کامله نعمت تمام شده و غیر از اون اسلام دینی قبول نمی‌شود. من به عنوان حسن ختام میشه گفت آخرین یا یکی مانده به آخرین فراز یا فقره از خطبه عظیم و منشور جاودان قدیر را میخوانم. خیلی جالبه، خیلی، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مدبر. معاشر الناس، اینو پیغمبر اکرم برترین و آخرین پیامبر در عمومی ترین خطابه، مفصل ترین خطابه و حساس ترین خطابه میفرماید. معاشر الناس، قولوا ما یرضی الله به انکم من القول، آن چیزی را بگوی که خدا از آن گفته خوشنود میشود. فان تکفروا، اگه قبول نکردید، اگه کفران کردید، اگه ایستادی در مقابل حقی که خدا بر شما روشن کرد، انتم و من فی الارض جمیعا، نه فقط شما، تمام مردم زمین، فلن یضر الله شیئا، هیچ ضرری به خدا نمیرسه. آقا اصلا این چند صد میلیون شیعه هم نباشن، همه به امامت و خلافت بلافصل امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب بگویند نه، حکم خدا عوض میشه، خدا عقب نشینی میکنه، حقیقت قلب میشه، عوض میشه. هرگز. همه مردم جهان، اصلا یه میلیارد اندی مسلمان هم نداشتیم، نبوت پیغمبر رو قبول نمیکردن، ادیان دیگه، نبوت پیغمبر یعنی پیغمبر از به عنوان آخرین پیامبر دیگه شناخته نمی، اصلا حقایق معنوی اینجوری نیست که حکم خدا تبدیل نمیشود، خدا مقهور نمیشود، خدا عقب نشینی نمیکند، خود بندگان ضرر میکنند. لذا پیغمبر میدانستند که چقدر این حکم مهم و این اصل از اصول دین مورد بیمهری و مورد انکار قرار میگیره. لذا فرمودن فاین تکفروا، ای مردم بدونید اگرم کفران کنید، اگر نپذیرید، انتم و من فل و من فل ارض جمیع، همه مردم، خدا هیچ ضرری نخواهد. ممنونم از لطف شما، دم شما گرم، نفستون حق انشالله. انشالله پا بر جا باشین بر این صراط و همیشه ما استفاده میکنیم انشالله در برنامه های دیگه و انشالله که ما بتونیم ادامه رو و راه رو خوبی برای ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام باشین. من خداحافظی میکنم از شما تو این قسمت از برنامه. حسود کور در خواب و خیاله، منو دل کندن از حیدر محاله. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی 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 الله، نود علی یا مظهر العجائب، نود علی یا مظهر العجائب، تجد هو نلک فین نوائب، كل هم وغم سينجلي، كل هم وغم سينجلي، بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك علي 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 علي. هر چقدر بزرگتر می شدم تو این افکار بودم که حالا چه لزومی داشته که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله توی سه روز مردم رو در محلی به نام قدیر خم نگه دارند و براشون صحبت و سخنرانی کنند و اونجا دست حضرت علی علیه السلام رو بالا ببرند و کلماتی بگن مثل من کنت مولا فعوز علی و مولا، یا اللهم وال من والا و عاد من آدا و از این جملات. اما وقتی که فرصتم بیشتر شد و کمی تحقیق کردم، دیدم حتما مطلب مهمی بوده که پیامبر اکرم بیش از 120 هزار نفر رو در محلی به نام قدیر خم در اون گرمای طاقت فرسا و سه روز با کمترین امکانات نگه داشتن. حتما پیام مهمی داشتن که قدیر نام گرفته و همچنین عظمتی داره که آسمان و زمینیان هم بهره‌مند شدن
و اون چیزی نبوده جز ولایت حضرت علی علیه السلام. کمی که دقت کردم و بیشتر به این ماجرا فکر کردم دیدم که ممکنه دو تا سوال پیش بیاد. اولین سوال این که حتما مسئله مهمی بوده و این چه مسئله‌ای میتونه جز ولایت باشه؟ و اگر انقدر عظمت نداشت پس چرا عالمای سنی هم و عالمای دیگه علوم اسلامی هم اومدن به این مطلب اشاره کردن؟ وقتی که به جواب این سوالام فکر کردم دیدم که مسئله ولایت و امامت در دین مبین اسلام و مذهب حق تشیع از جایگاه والایی برخورداره. جواب سوال دوم هم که مشخص بود، انقدر ابعاد گسترده‌ای داشته قدیر و انقدر ابعاد انسانی داشته که حتی ابن کثیر که در ماجرای یوم الدار میاد و این مطلب یوم الدار رو به طور خلاصه بیان میکنه نمیتونه بزنه زیر خطبه قدیر رو اینطور بیان میکنه که خطبه بسیار عظیم پیامبر اکرم در روز قدیر بیان کردن. خب پس معلومه که عید قدیر هم همچینا کم نیست، ما دست کم نگیریمش. خدمت شما عرض کنم که میخوام بهتون بگم هر کاری که برای عید قدیر انجام میدین نگاه به کوچیکی و بزرگی اون عملتون نکنید، نگاه به بعد دنیوی و بعد اخرویش بکنید. میخوام بهتون بگم که کرم اهل بیت علیهم السلام اصلاً به این چیزا نیست که شما یه کار بزرگی رو برای عید قدیر انجام بدید، یه مجلس خیلی بزرگی رو انجام بدید، یا نه یه صلوات بفرستین، یه لعنه بر دشمنان اونا بگین. میدونید چرا؟ حالا این داستان روزیتون بود که براتون نقل کنم. در مجلسی که برای حضرت حسین ابن علی علیه السلام مجلس روزه‌ای برگزار شده بوده، شب اون کسی که بانی مجلس بوده امام حسین علیه السلام رو خواب می‌بینه و حضرت خدمتش عرضه می‌دارند که اسم کسانی که برای روزه شما زحمت کشیدن رو به ما بگو. اسم تک تک افرادی که به ذهنش میومده برای حضرت نقل می‌کنه. آقا جان فلانی این کارو می‌کرد، اون یکی اومد سیاهی زد، اون یکی کف جفت میکرد، اون یکی پای دستگاه بلندگو مثلا نشسته بود، هر کس به نوعی یک کاری رو انجام میداد. شب دوم دوباره حضرت به خوابش میان و میگن تو هنوز نگفتی کامل. این بیشتر فکر میکنه شاید مثلا کسی از قلم افتاده، میگه این فلانی و فلانی هم بودن. اما باز حضرت عرضه میدارند که اسم یک نفر رو برای ما نگفتی. مرد متعجب میشه، من هر کسی رو که فکر میکردم به نوعی در دستگاه امام حسین علیه السلام و در این روزه برای ما کمک کرده و خدمت کرده رو من خدمت حضرت گفتم، پس چرا حضرت میگن هنوز اسم یکی رو نگفتی؟ امام حسین علیه السلام اشاره میکنن بهش که اسم مش کاظم رو برای ما نگفتی. مرد تعجب میکنه، مش کاظم؟ میگه آقا جون مش کاظم میومد روزه اما کار خاصی نکرد. حضرت فرمودند که چرا تو یادت نیست زمانی که تو روزه بود مشکازم دوتا از این استکانهای چایی رو که مردم میل کرده بودن رو برداشت و آورد توی آشپزخونه گذاشت. این هم از کسانی بودی که توی روزه تو به ما خدمت کرده. اسم اینو یادت رفت بگی. حالا میخوام بگم تو این دستگاه گسترده امام حسین علیه السلام که حتی کسی دوتا لیوان چایی رو هم برمیداره اسمش گم نمیشه، چطور میشه تو دستگاه امیرالمومنین که دستگاه پدر امام حسین علیه السلام هست و به این عظمت هست اسم من و شما گم بشه؟ چطوره که به خودمون بیایم و یادمون باشه که عید قدیر عید کمی نیست، یادمون باشه که حتی یک صلوات، حتی یک پیامک، حتی یک جمله خوب، حتی یک هدیه هم حساب میشه و ما بهره مند میشیم هم از ثواب دنیایش و هم از ثواب آخرتیش. ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای. تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، آب علمت خاک ما را پاک کرد. بازگو ای باز عرش خوش کار، تا چه دیدی این زمان از کردگار، تا چه دیدی این زمان از کردگار. چشم تو ادراک غیب آموخته، چشم های حاضران بردوخته،
چشم تو ادراک غیب آموخته، چشمهای حاضران بردوخته. راز بکشا راز بکشا ای علی مرتضا، ای پس از سوء القضا حسن القضا. راز بکشا ای پس از سوء القضا حسن القضا، یا تو باگو آنچه عقلت یافته، یا بگویم آنچه بر من تافته. یا تو واگو آنچه عقلت یافته است، یا بگویم آنچه بر من تافته است. چون تو بابی آن مدینه ام را، چون شعاعی آفتاب هم را. باز باش ای باب رحمت تا ابد، بارگاه ما له کفواً احد. ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای. تو این چند روز که به سراغ کتاب شریف نهج البلاغه می اومدیم، سخنان گوهربار حضرت علی علیه السلام، خیلی کمکمون کرد، خیلی چیزای جدیدی یاد گرفتیم. میگم چه خوبه که حالا که این ایام هست و ما داریم نهج البلاغه رو میخونیم، بعد از این ایام هم فراموشش نکنیم و به سراغش بیام و از سخنان حضرت علی علیه السلام پند بگیریم و درس بگیریم. اما اگر به خطبه 172 نهج البلاغه مراجعه کنید، در روایتی از امام علی ابن ابی طالب علیه السلام چنین نقل شده درباره اصحاب جمل که فرمودند به خدا سوگند اگر حتی یک نفر از مسلمانان را بدون جرم و گناهی به عمد می کشتند، کشتن همه آن سپاه بر من روا بود، زیرا آن لشکر حضور داشتند و کشتن آن بی گناه را زشت نشمرده و از وی دفاع نکردند. خب می دونم که منتظر خاطرات قنبر هستید. این خاطره ای که می خوام براتون نقل کنم اسمش هست یادش به خیر نجف. میگم اگر انشالله تو این ایام به نجف مشرف شدین، من و تمامی برای بچه های استدیو اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. چه زیبا سرود اون شاعر که در نجف سینه بیقرار از عشق، گفت لا یمکن الفرار از عشق. قنبر نقل میکنه روزی همراه امیرالمؤمنین علیه السلام و عده ای از اصحاب به بیابان نجف رفته بودیم. اونجا حضرت بدون زیرانداز روی خاک دراز کشیدن. من دویدم و گفتم یا امیرالمومنین اجازه بدین لباس هام رو در بیارم و زیر شما بندازم که پیراهنتون خاکی نشه. اما حضرت فرمودن که زیرانداز نمیخوام. اینجا تربت مؤمنی است که ادعی گردا گرد آن هستند. اسبغ ابن نباته پرسید تربت مؤمن که فرمودید یا اکنون در این بیابان وجود دارد یا سالهای بعد خواهد بود، اما آنان که گرداگرد آن تربت هستند چه کسانی هستند؟ حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند که اگر پرده از چشمانتان کنار رود، ارواح مؤمنین را خواهید دید که اینجا گروه گروه نشستند و با هم ملاقات و گفتگو می کنند. این بیابان میادگاه روح مؤمنان و بیابان برهوت میادگاه روح کافران است. آنگاه حضرت سوار بر قاطرشون شدند و به سوی مسجد کوفه راه افتادیم. هنگامی که نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام به خشت و دیوار مسجد افتاد، فرمودند مسجد کوفه، وای بر کسی که تو را خراب کرده است، وای بر کسی که تو را به زودی خراب خواهد کرد، و وای بر کسی که تو را با آجر می سازد، وای بر کسی که مکان مصلای نوح را تغییر دهد، و خوشا به حال کسی که همراه قائم اهل بیت من حاضر باشد و این مسجد را برای بنای دوبارهش خراب کند. آنان بهترین امت من یا نیکان اهل بیت هستند. اما چه زیبا فرمود که دارد زمان آمدنت دیر می شود، دارد جوان منتظرت پیر می شود. آقا تا نیایی گره از کار بشر وام نشود، درد ما جز به ظهور تو مداوا نشود. ایام به کام، سایتون مستدام، اللهم اجل لولیک الفرج. التماس دعا یا علی مدد.
کن تو مولا علی و مولا من کن تو مولا من کن تو مولا من کن تو مولا به روی دست نبی ببین میتابد ماه جمال حیدر من کن تو مولا علی و مولا من کن شد امیر کل مؤمنین دلدار زهرا ولی داور من کن تو مولا علی و مولا من کن تو مولا کمال دین خدا شده نازل شد جبریل بر پیمبر من کن تو مولا من کن تو مولا الیوم اکمل تو آمد از اکبر احمد با الله اکبر من کن تو مولا علی و مولا من کن تو مولا علی علی یا علی علی یا علی علی یا علی 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 من کن تو مولا علی و مولا من کن تو مولا به کوری دشمنان و هم شادی قلب زهرای عطر من کن تو مولا نهاد تاج ولایت هستی را ایزد به فرق حیدر من کن تو مولا من کن تو مولا بگو امام همه به امر حق شد ساقی حوض کوثر من کن تو مولا ندید دنیا پس از تو چون حیدر مولایی امیر و برتر به روی دست نبی ببینی تا بعد ماه جمال حیدر تو مولا علی و مولا من کن تو مولا